مشروح اخبار مقام حماس درباره دریافت 22 میلیون دلار پول نقد از قاسم سلیمانی مان ما دیگر جا نداشت یک مقام ارشد جنبش فلسطینی حماس در تقدیر از قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله پهپادی آمریکا به شهادت رسیده بود جزئیاتی از تحویل 22 میلیون دلار پول نقد به حماس در سفر هیئتی از این جنبش فلسطینی به تهران بیان کرد محمود و زهار وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد کادر رهبری حماس روز یکشنبه هفتم دی در گفتگو با العالم شبکه عرب زبان تلویزیون دولتی ایران گفت در دیدار سال 2006 با قاسم سلیمانی در تهران مشکل اساسی حقوق کارمندان و خدمات اجتماعی و کمکهای دیگر به مردم قضیه را توضیح دادم و حاج قاسم فورا درخواست ما را پاسخ داد به گونه که روز بعد که پایان سفر بود 22 میلیون دلار در چمدانهای فرودگاه تهران دیدم آقای از همچنین گفت قرار بود مبلغ بیشتری پرداخت شود اما هیئت حماس نه نفره بود و نمی توانستیم بیش از این حمل کنیم زیرا هر چمدان چهل کیلوگرم گنجایش داشت وزیر خارجه وقت حماس که این سخنان را در آستانه سالگرد شهادت قاسم سلیمانی بیان می کرد افزود احساس کردم قاسم سلیمانی صادق درستکار و مرد عمل است و می تواند به خوبی از عهده کارها برآید و مسئولیت های زیادی نیز داشت محمود زهار اظهار همچنین یادآوری کرد که این سفر هیئت حماس پس از آن انجام شد که وی به وزارت خارجه دولت حماس پس از تسلط این جنبش بر نوار غزه منصوب شده بود و دیدار او با قاسم سلیمانی نخستین بار بود که رخ میداد حماس و سال 2006 در پی انتخاباتی که حماس برنده آن شد، وارد درگیری های خونینی بر سر کنترل نوار غزه شدند. آن درگیری ها نهایتاً با برتری حماس پایان یافت. چهارده سال بعد حماس کماکان مسئولیت امور غزه را در دست دارد. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را تشکیلاتی تروریستی میدانند. در حالی که وضع اقتصادی ایران در سالهای اخیر به ویژه در یک سال اخیر در نتیجه همگیری ویروس کرونا و نیز تحریم های فلش کننده آمریکایی به شدت وخیم شده برخی گزارش ها حاکی است که حمایت های مالی ایران از سازمان های مسلح فلسطینی در غزه کماکان ادامه دارد هرچند ظاهرا این کمک ها به اندازه گذشته نیست وزارت دفاع اسرائیل روز دوم دی امسال اعلام کرد که بنیگانس وزیر دفاع کشور فرمان ضبط چهار میلیون دلار پول را که به تازگی از ایران برای حماس ارسال شده بود را صادر کرد به گفته که اسرائیل ایران پول را برای زهیر صاحب یک صرافی در غزه که به سران حماس نزدیک است رسانده بود از سال 1388 به این سو و به خصوص در اعتراضات دیماه 96 و آبان ماه 98 مردم ایران به ویژه اقشاری که وضع اقتصادیشان به شدت وخیم شده با سر دادن شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران تاکید کردند که مخالف هزینه کردن پول مردم ایران برای نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در غزه و دیگر نقاط جهانند اما اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که نه تنها حمایت های مالی تهران از این گروهها ادامه یافته بلکه نیروی قدس سپاه کم نقش مؤثری در حمایت تسلیحاتی از حماس دارد دبیر کل حزب الله لبنان روز هفتم دی در زمینه نحوه حمایت های قاسم سلیمانی از حماس و جهاد اسلامی فلسطین گفت که قاسم سلیمانی برای حمایت لوجستیک از گروه های فلسطینی هیچ خط قرمزی قائل نبود و در رساندن موشک به مقاومت فلسطین در قز نقش داشت خطیبزاده، به آمریکا پیام دادیم دنبال تنش در منطقه نیستیم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران از طریق مختلف به آمریکا و همسایگان پیام داده دنبال تنش در منطقه نیست خطیب زاده حمله های راکتی اخیر به اطراف سفارت آمریکا در بغداد را امر مردودی خواند سعید خطیبزاده در نشست خبری دوشنبه هشتم دی ماه به پرسش های خبرنگاران از جمله درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و اتهام دخالت ایران در حمله های راکتی اخیر به اطراف سفارت ایالات متحده در بغداد پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه در مورد زمزمه های احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران در روزهای پایانی حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت که جمهوری اسلامی برای هر سناریویی آمادگی دارد. به آنها فکر می کند و برای هر سناریو پاسخی آماده کرده است. او به دولت کنونی ایالات متحده که تا 20 ژانویه بر سر کار است توصیه کرد دست به تنش آفرینی نزند و هشدار داد هر قدم خطایی که بردارند باعث می شود که میراث بدتری را در منطقه به جا بگذارند اتهام آمریکا تکذیب ایران مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده اندکی بعد در یک پیام تویتری حمله به منطقه سبز را به شبه نظامیان مورد حمایت ایران نسبت داد و تاکید کرد که پیگرد قضایی این جنایتکاران خشونتگرا و فاسد و توقف اقدامهای آنها حق مردم عراق است وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به این ادعا اعلام کرده بود که نو و زمان حمله و واکنش پمپئو به آن مشکوک است خطیبزاده روز دوشنبه در این باره گفت از نظر ما حمله به اماکن دیپلماتیک و مسکونی امر مردودی است متاسفانه در گذشته اماکن دیپلماتیک ایران در عراق مورد حمله قرار گرفته است این حملات مردود است رئیس جمهوری آمریکا نیز شبه نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول این حمله معرفی کرده است خطیبزاده اظهارات ترامپ و پمپئو در مورد این ماجرا را محکوم و مردود خواند و بار دیگر تاکید کرد که از نظر تهران زمان حمله و نوع و محتوای واکنش های مقام های آمریکایی مشکوک و شیطان است ارسال پیام به آمریکا سخنگوی جمهوری اسلامی در نشست خبری خود گفت پیام جمهوری اسلامی در ارتباط با این مسئله روشن است و ایران از طریق مختلف این پیام را منتقل کرده که ما به دنبال تنش نیستیم به گزارش ایسنا خطیب زاده در ادامه گفت پیام ها از طرق مختلف منتقل شده که مسئولیت عواقع به هر گونه شیطنت و اقدام تحریک در منطقه بر عهده آمریکا و کسانی است که این توطعه ها را انجام می دهند. مقام های ارشد دولت عراق حمله به سفارتخانه های خارجی را به شدت محکوم کردند. مقتدا صدر روحانی صاحب نفوذ شیعه عراقی هم پنجم دیما در پیامی زیر عنوان آخرین درخواست از ایران و آمریکا از جمهوری اسلامی خواست از تبدیل عراق به محل درگیری خود با آمریکا دست بردارد این اظهارات که چند روز پس از حمله راکتی به منطقه سبز بغداد ایراد شده میتواند تایید دخالت شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این حمله تلقی شود افزایش تنش میان واشنگتن و تهران تهدید ایران و آمادگی اسرائیل با افزایش تنش ها و احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا به ویژه پس از ارسال بمبافکنها، ها و دریایی آمریکایی مجهز به 150 موشک ارتش اسرائیل به مانوری جهت بکارگیری کارگیری سریع نیروهای ذخیره اقدام کرده است نزدیک شدن به سالگرد شهادت قاسم سلیمانی و واکنش به ترور محسن فخری احتمال حملات غیر مستقیم از سوی گروه های نیابتی ایران به منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه افزایش داده است. مانورهای اخیر ارتش اسرائیل با هدف بازدارندگی و حفظ آمادگی آن کشور در برابر هر گونه تحرک نظامی ایران نیز انجام شده است. این رویارویی نظامی محتمل که ایران میگوید برای آن کاملا آماده است، متضمن تقابل با پیشرفت ترین سلاحهای هوایی، دریایی و زمینی آمریکا خواهد بود که اخیرا به منطقه ارسال شده است. واشنگتن مجددا بر جدیت خود در جلوگیری از انجام هر گونه اقدام تروریستی توسط ایران در منطقه تاکید کرده آمریکا در اقدامی بی سابقه یک زیردریایی اتمی به همراه دو ناوشکن را به خلیج فارس اعزام کرد طبق گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا ارسال زیردریایی اتمی اس اس جورجیا پیامی روشن به تهران است که واشنگتن متعهد به حمایت از امنیت متحدان خود می باشد. به گفته مقامات آمریکایی این نمایش نظامی جهت یادآوری این امر به تهران بوده که هر گونه حمله به بهانه سالگرد شهادت قاسم سلیمانی با پاسخ قاطع آمریکا روبرو خواهد بود. اسرائیل تحرکات ایران را زیر نظر دارد. پیشتر ژنرال هایدی زیلبرمن سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود که اسرائیل تمامی تحرکات نظامی ایران در منطقه را به شدت زیر نظر دارد و احتمال می دهد ایران از عراق یا یمن دست به هجوم بزند. به گزارش روزنامه جروزالم پست، زیلبرمن از عراق و یمن به عنوان دومین حلقه ایران پس از سوریه و لبنان که اولین مناطق درگیری نیروهای نیابتی با اسرائیل هستند نام برد و افزود اسرائیل اوضاع این دو کشور را از نزدیک زیر نظر دارد.